همونطور که از توییت‌های تعداد زیادی از معامله‌گران بازار توکن‌های غیرقابل تعویض مشخصه، بسیاری از اونها عجله دارن تا از شبکه سولانا خارج شده و به شبکه کاردانو به عنوان یک پلتفرم فعال‌تر در بخش NFT بپیوندن. سلام، خوش اومدین به کانال میلیونر شو. امروز توی این ویدیو با ما همراه باشید تا ببینیم کاربران NFT کدوم شبکه رو انتخاب میکنن، کاردانو یا سولانا. پروژه کاردانو که در سال 2017 به بازار معرفی شد، اغلب به عنوان یه بلاکچین نسل سوم شناخته میشه. کاردانو با درس گرفتن از تجربیات قبلی شبکه‌های بیت کوین و اتریوم توسعه داده شد. با این تفاوت که در صدد حل مشکلاتی مثل عدم پایداری و مقیاس پذیری کم این شبکه هاست. به عبارت دیگه، سازگاری بیشتر با محیط زیست، ایمنی و سرعت بالاتر از ویژگی‌های حائز اهمیت برای سازندگان توکن آدا بوده. ارزهای دیجیتال میتونن عرضه ثابت یا نامحدود داشته باشن. بیت کوین معروف‌ترین نمونه ارز دیجیتال با عرضه ثابته و دلیل ثابت بودن عرضه BTC اینه که هرگز بیش از 21 میلیون بیت کوین وجود نخواهد داشت. توکن کاردانو هم به همین صورته. حد اکثر عرضه این رمزارز 45 میلیارد واحد بوده که در حال حاضر حدود 34 میلیارد اون در گردشه. این عرضه محدود به تنهایی افزایش قیمت آدا رو تضمین نمی‌کنه. اما با بیشتر شدن محبوبیت کاردانو، عرضه محدود اون میتونه به افزایش تقاضا برای آدا کمک کنه. سولانا ارز اختصاصی شبکه بلاکچینی به همین نامه که در حال حاضر رشد سریعی داره و شباهت‌های زیادی با ارز اتریوم داره و حتی به اون قاتل اتریوم هم گفته میشه. کوین‌های سولانا هم مثل کوین‌های اتریوم در صرافی‌های ارز دیجیتال قابل خرید و فروشن و در بلاکچین اون تراکنش‌های زیادی انجام میشه. خالق سولانا مدعی شبکه بلاکچین این ارز دیجیتال سریع‌ترین بلاکچین جهانه و در این شبکه تایید 65 هزار تراکنش در هر ثانیه با کارمزد کمتر از 1 پنی برای هر تراکنش امکان پذیره. این ارز که نامش از یک شهر ساحلی در جنوب کالیفرنیا گرفته شده، محصول ذهن آناتولی یاکوونکو توسعه دهنده نرم افزاره. آناتولی قبل از ایجاد شبکه سولانا و ارز اون در حوزه طراحی سیستم‌های توزیع شده با فناوری‌های پیشتاز در این حوزه فعالیت می‌کرد. شبکه سولانا مثل بسیاری از شبکه‌های بلاکچین برای تایید بلاک‌ها از الگوریتم اجماع اثبات کار استفاده نمی‌کنه و از یک الگوریتم منحصر به فرد مختص به خود تحت عنوان اثبات تاریخچه استفاده می‌کنه. این مسئله باعث شده شبکه سولانا به یکی از کارآمدترین شبکه‌های بلاکچین جهان تبدیل و انجام بسیار سریع تراکنش‌ها با اون امکان پذیر بشه. لطفاً ویدیو رو لایک و کانالمون رو سابسکرایب کنید. همچنین با زدن دکمه زنگوله در جریان جدیدترین ویدیوهامون قرار بگیرید. پلتفرم اوپنسی NFT گزارش میده که طی 24 ساعت گذشته حجم معاملات توکن‌های NFT در شبکه کاردانو 110% افزایش پیدا کرده. همچنین در همون بازه زمانی تعداد معاملات NFT و تعداد آیتم‌های فروخته شده در شبکه کاردانو به ترتیب 46.9% و 48.6% بیشتر شده. علاوه بر این 12 کلکسیون برتر NFT در شبکه کاردانو شاهد افزایش 100 تا 2500% ارزش خود در 24 ساعت گذشته بودند. در مقابل آمار مربوط به معاملات توکن‌های NFT در شبکه سولانا ناامید کننده است. با این حال لازم به ذکره که علارغم مخالفت‌های جدید فعالان بازار NFT نسبت به سولانا، داده‌ها نشون میدن که حجم کل معاملات NFT در این شبکه بلاکچینی از اواسط آگوست تا پایان سپتامبر بیش از 3 برابر شد
و از 7% به 24% افزایش پیدا کرد. علاوه بر اینها با بررسی بازار NFT در مقیاس بزرگتر، داده‌های پلتفرم دلفی دیجیتال نشون میدن که تعداد کیف پول‌هایی که NFT دارن در سال جاری 2 برابر شده و به 6 میلیون رسیده. علی‌رغم سقوط شدید بخش NFT در سال جاری، به نظر میرسه که قیمت پایین این توکن‌ها برای تازه واردان جذابه و اونها در تلاشن تا در این بخش پر جنب و جوش بازار ارزهای دیجیتال مشارکت کنن. شما کدوم شبکه رو ترجیح میدین؟ سولانا یا کاردانو؟ به نظر شما کدوم یکی از این شبکه ها میتونه آینده روشن‌تری داشته باشه؟ لطفاً نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید. ممنون که تا انتهای ویدیو همراهمون بودین. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.